خب سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه و هر کجای دنیا که هستین روز و شب خوبی رو داشته باشین. کشور رو ساسم از ایزی اپلای امروز قراره که با نرگس صحبت بکنیم از کانادا. از میخوام یه بار رفتیم برگشتیم تا اینکه ببینیم در واقع بتونن جوینشن، یه مشکلی پیش اومده بود و الان امیدوارم که دیگه این بار بتونیم که در واقع عدشون بکنیم. نه ایمدن. حالا توی این مدت، توی این فاصله که من ایشون رو بتونم عد بکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه دیگه، با وجود همه مسائلی که وجود داره حالتون خوب باشه. در مورد حالا من اینا که میبینم و صحبت میکنیم در موردش، در مورد اختراع بهتری یا مقاله چشمت من صحبت میکنیم، من اینجا مینویسم که فهم. خب شون اومد. سلام، چطوره؟ ببخشید شرمنده به خاطر این مشکلی که پیش اومد، یعنی من کلا صدام نمیاد داشتم به دانشگاه، ولی خب این هفته تصمیم گرفت که خب ببخشید از همه به خاطر تاخیر. خب همه چی اوکیه؟ بله بله بفرمایید. خیلی هم عالی، خیلی ممنون که باز دوباره دعوت ما رو قبول کردین. ما افتخار ما جزء تک و توک مواردی بود که از بین شب مثلا یه صد دقیقه نمیدونم 20 تا لایوی که داشتیم مثلا دو سه تاش سیو نشدن، یکیش اتفاقا خیلی هم خیلی لایو خوبی بود انصافا، یعنی چیزایی که مثلا عالی. خدا همین خدا رو شکر که دوباره در خدمتتون هستیم. یک خلاصه‌ای بریم از بک‌گراندتون و اینها، مواردی که دفعه پیش ذکر کردیم و موارد مهم رو ذکر بکنین، بعد حالا سوالای دیگه‌ای هم که بچه‌ها پرسیدن رو دونه دونه می‌ریم. فقط با اجازهتون کامنت ها رو ببندم. بله بله خیلی خوب، پس میخوام با یک معرفی شروع بکنیم بعد که باهاتون آشنا نیستن، آشنا بشن. البته احتمالاً بیشتر آشنا هستن ولی خب. من کارشناسی رو دانشگاه اصفهان الکترونیک خوندم، شاگرد دوم ورودیم بودم، ارشد امیرکبیر الکترونیک دیجیتال شروع کردم، از ترم سوم واسه ارشد مجدد دوباره اپلای کردم واسه کانادا. موقعی که اپلای کردم شاگرد اول ورودیم بودم، چون درسام رو کامپیوتری گذروندم این مقدار کمک کرد واسه اینکه بتونم این طرف تغییر رشته بدم. الانم دانشجوی ارشد یورکم و فول فاندم، کامپیوترم میخونم. خیلی هم عالی، خیلی مختصر مفید. خب یه چیزی که همه بچه‌ها سوال کردن و خیلی براشون سواله و خیلی دوست دارن این کارو بکنن، ارشده، خوندن ارشده و فاند گرفتن توی ارشده، چون پذیرش گرفتنش حالا یه کمی شاید اوکی باشه ولی فاند گرفتن چیزی که واقعا چالش. اینو چی کار باید کرد در موردش؟ واقعیتش کار خاصی دست ماها بر نمیاد. واقعیت اینه که دانشجوی ارشد کلا به صرفه نیست واسه استاد. شما یک سال اولت کورس داری و خب وقتی کورس داری تقریبا هیچ کاری نمی‌کنی. سال دومم یا داری دنبال کار می‌گردی یا داری دنبال پی اچ دی می‌گردی. فقط یه پولی استاد دو سال بهت داده، زیاد کلا منطقی نیست دانشجوی ارشد گرفتن. خود استادها هم طبیعتاً همین دید رو دارن. دانشگاه‌های بیشتر حاضرن که ارشد بگیر، به ارشد فاند بدن در واقع و فاند خوب بدن که خب دارن تحصیل تکمیلیشون رو بزرگ میکنن، میخوان رنکینگ دانشگاه رو جابجا کنن و تعداد این دانشگاه ها کمه، یعنی کلا تعداد پوزیشن ارشد فاندار حداقل توی کانادا کمه. آمریکا که معمولا اصلا دایرکت پی اچ دی پیشنهاد میدن یا استرالیا هم دایرکت پی اچ دی پیشنهاد میدن، کانادا داره مستر رو اونجوری از اینایی که ایمیلی و با استاد باید پذیرش بگیرین. راه کار خاصی هم نداره واقعیتش، باید ببینید که استاد فقط دانشجو رو حاضر مستر بگیره یا نه. یه بخشی رزومه شما که خب اوکی قابل رقابت باشه، ولی بخش مهمترش اینه که اصلا استاد دانشجوی مستر بخواد یا نخواد. اوکی خب ما چه فرآیندی رو طی بکنیم تا اینکه مطمئن بشیم همه استادایی که حداقل دانشون مستر میخوان رو ما براشون ترای کنیم؟ اول اینکه این سالهای اخیر قطعا خود شما متوجه شدین تقاضای کانادا خیلی زیاد شده. خب یه بخش زیادیش به خاطر شرایط آمریکاست و فقط هم رفت به دانشجوی ایرانی یا اون هفته کشور مسلمانی که بند شدن نداره. من یه مقاله خوندم که اصلا دانشجوی هندی هم که میخوان بیان کانادا می‌خواستن برن آمریکا 20% آمارشون کم شده، به خاطر اینکه میگن که به خاطر
قانون مهاجرتی و اینکه همش قانون ها در حال تغییره، احساس امنیت کافی ندارن واسه اینکه اپلای کنن، برن یه وقتشون رو بذارن و بعد معلوم نباشه اقامتشون چجوری داره پیش میره. این باعث شده کانادا شدیداً تعداد ایمیل استادا خیلی خیلی زیاد بشه، جوری که خود استادا اولا که خب عادت ندارن بهش، دو سه ساله که این وضعیت وحشتناک براشون پیش میاد. مثلا تو رشته خود ما آمریکا 68 دانشگاه توی رنگ داشت، کانادا کلا 25 تا داره. خب قبلا هم دانشجوی خودش رو داشته، الان از اون 68 هم یه حجم زیادی دانشجو قرار بیاد براش. طبیعیه که قرار نیست خیلی از ایمیل ها جواب بگیرید، نمیگم قرار نیست کلا از ایمیل جواب بگیرین، ولی به نظر من در حال حاضر نمیشه زیاد روی این حساب کرد که من اگر ایمیل جواب نگیرم یعنی اون استاد دانشجو نمیخواد. کاری که میتونید بکنین، اول سایت دانشگاه رو چک کنین و بعد صفحه شخصی استادها رو چک کنین. اگر که دانشجو بخوام یا اگر دانشجو نخوان، بخوام اگر دانشجو نخوان بیشتر، من منشن میکنم تو صفحه شخصیشون که من دانشجو نمیخوام، من قایم میل ندید. خب پس طبیعتاً استاد شما برای دانشگاه هم اپلای کنید قرار نیست دانشجو بگیره. یه سری از دانشگاه ها دقیقاً ذکر میکنن که شما لازمه سوپروایزر پیدا کنید. تو اون دانشگاه هم شما باید اونقدر به ایمیل زدن ادامه بدید که پیدا کنید. ولی تعداد زیادتری از دانشگاه ها اجبار نمیکنن که شما سوپروایزر رو از قبل همون پیدا کرده باشید. تهش به شما میگن که سوپروایزر پیشنهادی به ما بدید. مثلا سه تا سوپروایزر که میخواید تو اون حوزه کار کنین. و خب اونها رو اگه قرار باشه انتخاب کنین، میدونم هزینه زیاده، میدونم با توجه به وضعیت ریال زیاد شاید معقول نباشه واسه بقیه قوم هزینه زیادی ببره، ولی تنها راهش اینه که اپلای کنه و دیگه هیچ راه دیگه ای نیست. اپلای کنید و امیدوار باشید که استاد رزومه شما رو ببینه. حتی آخه من میتونم بگم موقعی که اپلای میکنید هم ممکن رزومه شما واقعیت دیده نشه. الان یورک من میدونم که سالانه فقط برای کامپیوتر و برقش 1000 تا اپلیکنت تحصیلات تکمیلی داره و غیر ممکنه یه استاد 1000 تا اپلیکنت رو برای ایمیلاش رو ببینه، بره اپلیکیشن رو ببینه. اینه کسایی که اپلیکیشن فی تازه دارن پرداخت میکنن و بعد من میدونم که البته براشون دستبندی میکنن و رنک میکنن، ولی با این وجود احتمال اینکه استاد رزومه شما رو نبینه خیلی زیاده. چون مثلا یه استادی که من چند تا حوزه داریم توی کامپیوتر، تهش مثلا میخواد یه چیز کلی هر کسی از حوزهش مشخص میکنه دیگه. مثلا میگه من میخوام لرنینگ کار کنم، خب 200 اپلیکنت میمونه که لرنینگه. شاید استاد 5 تا اولو که دید انتخابشو بکنه و هیچ وقت رزومه شما رو نبینه. شاید هم حوصله داشته باشه هر 200 اپلیکنت رو بره نگاهی بندازه، بهترینشون رو انتخاب کنه. ولی در کل بخوام بگم اگه بخواد مطمئن شید فرصت رو دست ندید، تنها راهش اپلای کردن به خود دانشگاهه دیگه، هیچ راه دیگه این نیست که اطمینان داشته باشید. خیلی هم خوب، خیلی مفصل. در مورد خود رشته کامپیوتر ها یه سوال قبل از اینکه وارد شیم، شما خودتون همین پروسه رو طی کردین یا اینکه نه اول با سوپروایزر رو در واقع من ایمیل زدم و واقعیتش خیلی هم عجله‌ای بود. اصلا استاد من یه جای دیگه اصلا داشتم صحبت می‌کردم که جفتمون قرار بود با یه استاد بریم و خب اون ور ایمیل داشت پیش میرفت. استادی که الان دانشجوشم، من قبلا بهش ایمیل زده بودم و اصلا ایمیل منو باز نکرده بود. راستش من تراکر میذاشتم روی ایمیلام و درش میدونم که اصلا ایمیل منو باز نکرده بود. یه هفته قبل از ددلاین یورک باز کرد، در جا گفت که اگه میتونی یه هفته ای اپلای کنی اپلای کن. من یه هفته ای اپلای کردم و خب پذیرش رو گرفتم. وقتی که من اپلای کردم 100% مطمئن بودم که جواب دارم، ولی واقعیتش من خودم این ریسک رو نکردم چون دو جا رو جواب داشتم. اما اگر الان حتی به وجودی که دو جا جواب داشتم یه کوچولو پشیمونم که سری دانشگاهی که دوست داشتم و چرا حداقل اپلای کور نکردم وقتی استادا ایمیل جواب ندادن. اوکی، خیلی نکته مهمیه واسه این کیسه که ما. خب یه مقداری از سوالا در مورد کلا خود رشته خودتون، چه نکاتی هست که بچه‌ها وقتی دارن کامپیوتر و برق و اینها اپلای میکنن باید در نظر داشته باشن، هم مهندسی کامپیوتر هم کامپیوتر ساینس هم برق؟ ببینید الان واقعیتی که کامپیوتر و کامپیوتر ساینس یکی از پرمشتری ترین رشته های اینجاست. هم بازار کارش بعدن خوبه، هم یه ذره حالا خودمونم قبول داریم حباب واقعا، یعنی دیگه اونقدرم که همه دارن دیتا ساینتیست و چه میدونم ماشین لرنینگ انجینیر میگیرن واقعا لازم ندارن، ولی خب به هر حال داره جدش هست و خب این باعث شده بازار کارش خوب باشه، در چه دانشگاه سعی میکنن بیشتر بگیرن، کالج ها رشته هاشو دارن میارن و خب خیلی داره بزرگ میشه. اگر بخوام بگم این باعث شده که خب تقاضا هم برای زیاد بشه. مثلا خیلی از بچهای ارشد یورکی که من میشناسم فقط کامپیوتری ها نیستن، خیلی از بچهای برق هم دارن میان کامپیوتر میخونن. شاید من بتونم بگم حتی خیلی نصف با کامپیوتری یا نصف برقی بوده بک گراندشون، نصف کامپیوتری بوده.
چیزی که تو رزومه مهم باشه خب خیلی واضحه الان بیشتر از همه همون لرنینگ پلان که مشتری دارن بین استادان، بک‌گراند رو کد نویسیشو داشته باشید، پروژه توش داشته باشین و اون حوزه رو کار کرده باشین، به نظرم موفقیتتون از بقیه حوزه ها بیشتره چون استادهای بیشتری هستن که کار میکنن. ولی چیز خاصی که خاص کامپیوتر باشه من نمیدونم، دقیقا متوجه نمیشم که چی مد نظرشون من بگم. اوکی همین بیشتر مد نظر بود که کدوم گرایش و کدوم ریسرچ اینترست هست که خیلی در واقع بیشتر طرفدار داره، که فکر کنم همین بحث ماشین لرنینگ. آره تا حد ماشین لرنینگ، چه حالا چه داده باشه که دیتا ساینس بره با اون حوزه ها، چه اینکه پردازش تصویر باشه، واقعا بیشتر از همه هم استاد دارن هم فاند دارن هم دارن دانشجو میگیرن. خیلی عالی. بعد یه سوالی حالا اینجا من کوتاه بپرسم، بچه هایی که بکراندشون برق و کامپیوتر و کامپیوتر ساینس و حالا ریاضی هم نیست میتونن برای کامپیوتر ساینس به نظرتون اپلای کنن و شانسی دارن یا نه؟ مثلا مهندسی های دیگه، مهندسی مهندسی های تو میبینید کسی مثلا اینجوری؟ به من یک نفر رو میشناسم که عمران بوده و الان اینجاست ولی طلای المپیاد جهانی داره، خیلی شرایطش فرق میکنه، انقدر مشتری زیاد هست از همین رشته های مرتبط که من خیلی بعید میدونم. ببینید من که برقی بودم، یعنی ما جفتمون برقی بودیم، شدیداً مشکل داشتیم واسه اینکه استاد پیدا کنیم، در واقع بیشتر به شدیداً مشکل داشتیم با پذیرش دانشگاه گرفتن، چون استاد خیلی وقت اوکی میداد ولی وقتی ترانسکریپت ما رو میدید میگفت مثلا 5 6 تا درس ضروری کامپیوتر ساینس که شما نگذروندی من نمیتونم دپارتمانو قانع کنم که بگیرتت، حالا میخوای خودت یه تلاشی بکن من اوکی. ولی خب دانشگاه هیچ وقت اوکی نمیشد و خب ما خودمون چند جا به این مشکل برخوردیم. این که دیگه از یه رشته کاملا غیر مرتبط بخواید بیاد ارشد اینجوری بخونید، من میتونم بگم تقریبا غیر ممکنه. اوکی. خب در مورد حالا بحث داشتن مقاله، این که داشتن مقاله داخلی هم به نظرتون کمک میکنه یا حالا مثلا کنفرانس؟ ببینید من همیشه سعی میکنم مقایسه ای بگم، اولا که کنفرانس جیرادی نداره، اتفاقا جلب اینجا بیشتر اینجوریه که ایران خیلی سعی دارن که حتما ژورنالش کنن، کنفرانس رو هیچی نمیدونن، اینجا دانشجوی ارشد عمدتا داره کنفرانس میده و اصلا انتظار ندارن، نه اینکه بگم بعد ژورنال داشته باشید چقدرم خوب که ژورنال دارین، ولی منظورم اینه که سطح انتظار در حد کنفرانسه. خب شما اگه ژورنال داری فراتر از سطح انتظار ظاهر شدی، به خصوص مثلا توی همون حوزه های لرنینگ واقعا ژورنال دادن خیلی وقتا بعضی از حوزه هاش خیلی سخته و خب واقعا کسی انتظار نداره یک دانشجوی ارشد تونسته باشه این کار رو بکنه، شما اگر دادید خیلی خوبه که دادید. مقاله لیسانس که دیگه اصلا هیچی، واقعا هیچ کس انتظار مقاله دانشجوی لیسانس نداره، یعنی اینجا هیچ دانشجوی لیسانس نمیبینی مقاله بده چون اصلا قرار نیست ریسرچ کنه، شما قرار تئوریتون قوی باشه، زبانتون قوی باشه، اینها رو میسنجن. درسته که پایان مثبته اما میگم دیفالت یه استاد نیست که به شما بگه چرا مقاله نداری، مقاله داشته باشه خوشحال میشن. حالا مقاله داخلی هم به نظر من به نسبت چی بستگی داره بسنجیم، اگر شما مقاله داخلی دارید و به نسبت هیچی، خب مقاله داخلی بهتر از هیچیه، ولی اگر قرار باشه یه وقت و انرژی بذارید که فقط مثلا 5 تا مقاله داخلی بدید، به نظر من یه مقاله که انگلیسی باشه خیلی ارزشش بیشتر. روی مثلا حالا GRE یا مقاله چطور؟ GRE حالا یا مقاله داخلی یا GRE یا کنفرانس؟ من میگم GRE. برای کسی که داره ارشد میاد، به خاطر اینکه ما جیاری تو ایران به چشم امتحان زبان میبینیم ولی اینجا بیشتر به چشم امتحان هوش میبیننش، شما یه مقداری دارید به خصوص تو بخش کوانتش توانایی خودتون رو ثابت میکنین. حس میکنم با توجه به که دانشگاه کانادا هم چون مشتریشون زیاد شده، نازشون هم زیاد شده، خیلی ها دارن شروع میکنن جیاری ریکامندد هی می نویسن، یو بی سی که فکر کنم مثلا اجباری هم هست جیاری فکر کنم یافتی هنوز ریکامنددده، ریکامنددو می نویسن، خب اون چیزی که خودشون ریکامند کردن رو ترجیح هم داشته باشید بهتره. اوکی خیلی همون. بعد بریم سراغ یه بحث دیگه که این هم خیلی مفصل صحبت شد، این که تأثیر دانشگاهاتون به نظر خودتون تو کیس خودتون چقدر بوده و اینکه یه سری موارد دیگه مثل اینکه خب بچه‌هایی که حالا دانشگاه‌های ضعیف‌تر هستن شانسشون کمتره واقعا به نظرتون، یا اینکه استادا اونجا واقعا دانشگاه‌های خوب ایرانو می‌شناسن و اینکه مثلا یه نفر بیاد سعی بکنه حتما مثلا بیاد کارشناسی ارشدشو مثلا یه دانشگاه مثلا خوب تهران بگذرونه، یا اینکه نه مثلا اگر یه دانشگاه
شهرهای دیگه هم باشه یا مثلا دانشگاه آزاد هم باشه اوکی؟ ببینین، من به نظر من خیلی جوابش میتونه متغیر باشه بسته به دانشگاهی که دارید میرید. الزاماً به رنگ دانشگاه رفت نداره، بیشتر به تعداد دانشجو و استاد ایرانی اون دانشگاه رفت داره. به خاطر اینکه مثلا استاد خود من چندین تا دانشجو ایرانی داشته قبل از من، فکر کنم مثلا اولین دانشجوی کل زندگیش هم ایرانی بوده، دیده بسیار خیلی خوبی داره نسبت به رنگی دانشگاه ایران، خوب میشناسه. با این وجود مثلا الان امسال میخواست دانشجو بگیره، دو سه تا دانشگاه رو از من پرسید که این دانشگاه ها چجوری هن؟ و بعد اگه تو مثلا بخوای 5 تا دانشگاه بهتر ایران رو بگی، اینو جزشون میگی یا نه؟ با وجود اینکه خودش دید رو داره، اسم دانشگاه رو میشناسه، ولی با من دانشجوی ایرانیش که تازه اومدم هم چک میکنه که حالا بعد طبق آخر آپدیتت بخوای بهترین دانشگاه ایران رو بگی به چه ترتیبی میگی. خب مسلما وقتی که استاد دانشجوی ایرانی داره، من خیلی دیگه از استادا هم میشناسم که چک میکنن با دانشجوی ایرانیشون و خیلی دیگه شون هم میشناسم که دید دارن. مثلا استاد آریان فکر نمی کنم اصلا قبل از اون دانشجو ایرانی زیاد داشته باشه، چون اصلا دانشگاهی که درس میداده کانادا درس خونده بود، منتها یه جای دیگه درس میداده خودش و الان جدیدن اومده کانادا، ولی در این حد بود که مثلا نمیدونست دانشگاه آزاد اسم اون دانشگاهه، ولی میگفت که من میسونم میدونم سه دانشگاه های توی کشور شما پولی هن. این دانشگاه اصلا اون جزء اون دانشگاه پولی هست یا نه، در یه دید کلی داره. وقتی که جذب تعداد دانشجو ایرانی توی اون دانشگاه زیاده و استاد ایرانی زیاده، بله دانشگاه شما بسیار موثره، همونقدر که تو ایران اثر داره. رنکینگ دانشگاه ها رو میدونن. حالا درسته شما ممکن دانشگاه آزاد بوده باشین، یه رزومه بسیار قوی داشته باشین، طبیعتا استادم اینو میبینه، درک اینو داره که اسم دانشگاه همه چیز نیست، فقط میخوام بدونم که میدونه که رنکینگ چه جوریه، میدونه دانشگاه مثلا غیر انتفاعی چه فرقی با آزاد داره، چه فرقی با دانشگاه های تهران داره یا با دولتی شهرستان داره. اما توی دانشگاه هایی که ایرانی کمه، حالا چه دانشجو و چه استاد، نمیدونن، هیچ فرقی براشون نداره، اصلا متوجه نیست که اصلا چه فرق داره دانشگاه آزاد و دانشگاه شریف، یکیه براشون معدلا رو مقایسه میکنه. خب حالا دیگه پس بسته به خودتون داره که کجا اپلای دارید میکنید، چه دانشگاهی در مد نظرتونه. به نظر من الان دانشگاه خوب کانادا اکثرشون استاد ایرانی و دانشجوی ایرانی اونقدر داشتن که یه دیده خیلی قابل تحصیل کاملا میشناسن دیگه. شاید تو رشته های دیگه هنوز جا باشه، بعضی رشته ها که مثلا خیلی کم رشته هنر جا. آره اونا که اصلا درست میگین، دقیقاً همینطوره. آره هنر رو من میدونم که مثلا یورک سالی یه دونه اینترنشنال داره تو کل تئاتر و هنر رو اینجور چیزاش میگیره. من همسر که دوستای خودم پیگیرشه و من خودم بهش میگفتم یکی برای یه نفر رو میخوای چیکار کنی، یه دونه اینترنشنال از کل دنیا داره میگیره. بعضی رشته های هنر حالا یکم بهتره شرایطشون، ولی خب آره انسانی های دیگه هستم. مثلا اگه من بخوام تو اون حوزه ها بگم، روانشناسی رو میدونم که اینترنشنالشون قابل توجه، آموزش زبان و رشته هایی که حالا حداقل تو آموزش زبانن، با اینکه مثلا انتظارشو نداشتم، بهتر از رشته های هنری اینا دارن چیز میگیرن. رشته هایی مثل هیومن رایت ها و اونجور چیزهای سوسایتی ها، اونا هم اینترنشنال میگیرن، به خصوص اونها یه سری فاندای خوبی هم دارن که دولتی میگیرن و به خاطر اونه که بیشتر دانشجو اینترنشنال میگیرن، چون فاندا واسه اونا تعریف شده. هیچ کدوم از اینا به اندازه دانشگاه دانشجوی مهندسی نیست، ولی خب هست، وجود دارن. اونجا هم هنوز نمیشه که مثلا دانشگاه ایران و اونجا هنوز خیلی جدید و ورودن بچه‌های ایرانی. اوکی خب این رو هم که خب مفصل صحبت کردیم. این یه سوالی بود که حالا فکر کنم مطرح کردم که اگه یه سری درسای خاص رو نگذرونده باشه فرد که استاد مد نظرشه، ولی معدل تست اسکوراش بالا باشه و اینها، آیا شرایطی وجود داره که استاد حالا یه کاری بکنه یا دانشکده یه کاری بکنه که بعداً بیاد این رسوب بگذرونه؟ پیش نیاز بهتون میدن. ما دقیقا اونجایی که ما اول صحبت کردیم این اتفاق افتاد، پیش نیاز میدادن تا شهریه اون ترم، گفتن خودتون باید بدید، فاندتون از ترم بعد شروع میشه، اونجوری رو قبول میکنن. مسئله اینه که واقعیت اون شهریه یه پیش نیاز یه ترم کارشناسی خیلی سنگین میشه، فکر میکنم 20,000 تا میشد اون دانشگاهی که به ما پذیرش داد برای هر کدوم. برای یه ترم؟ برای یک ترم، چون کورست زیاده، 12 تا کورسه. 12 تا کورس توی یه ترم بهتون میدادن؟ آره چون پیش نیاز بود. البته 12 تاش یه تعدادش تیک خورد، فکر کنم در نهایت 8 تاش مونده بود. خیلی عالی.
یه تعدادشو مثلا واقعیت قانع کردیم که اون اونه، ولی خب اون نبود، فقط چون خودمون اطلاعات اون درس رو داشتیم تونستیم قانع کنیم که اون همونه، ما اینو بلدم فرقی نمی کنه، ولی 8 تاشو دیگه نتونستیم قانع کنیم. بریم سراغ نمره تافل و آیلتس. خیلی پرسیدن که اصلا نمره تافل و آیلتس خودتون چه جوری بود و اینکه چقدر تاثیر داره بالاتر از مینیمم باشه، واقعا موثره یا نه همینقدر که مینیمم هیت بکنه کافیه. من تافلم 97 بود، ولی واقعیت نه که ما برنامه ریزی هامون به هم خورد و ما قرار بود سال بعدتر رو واسه پی اچ دی اپلای کنیم، حالا به هر دلیل تصمیم گرفتیم که عوض کنیم بریم ارشد بخونیم و اینجور مسائل. من زیاد آماده نبودم واقعیتش، ولی به طور کلی بخوام آماده نبودید 97 شدین؟ آخه عجله ای شد سر من، انتظارش هم بهتر از این بخونم. آخه از اینجا به بعد خیلی زیادم جا به جا نمیشه، مثلا آماده بودم شاید میشه 104 نه اینکه 120 بشه. منظورم اینه که از یه جایی به بالاترش واقعا نمره زبانتون خیلی زیاد جا به جا نمیشه. حالا در کلش رو بخوام بگم، اگر که شما شرط رزومتون با بقیه برابر باشه نمره زبانتون رو هم نگاه میکنن، به خصوص چون استاد از شما انتظار داره بخواید مقاله بخونید، کلاس تی ای برید، بخش از فاندتونه، اگر قرار باشه مثلا دو نفری داشته باشه که معدلاشون خیلی نزدیکه قطعا زبانتون موثره، اما در مرحله اول بخواید نگاه کنید رزومه تحصیلیتون خیلی مهمتر از زبانتونه. زبان حتما باید مینیمم دانشگاه رو میت کنه، چون خیلی سخت استادی رو میتونید قانع کنید که بره براتون ریشکه رو بذاره، ولی خب در ذهنتون باشه که این اختیار رو داره و این قدرت رو هم داره، میتونه براتون ویپ کنه نمره زبان رو، ولی نمیکنن این کار رو. تهش بهتون مشروط میده که تا وقتی که بیاید اون نمره زبان رو بگیرید. ولی کلا بخوام بگم تحصیلتون مهمتره، اما سعی کنید نمره زبان تا حدی که میتونید بالاتر باشه، چون اگه که رقابتی باشید خب اونی که نمره زبانش بهتره اولویت داره. اوکی خیلی هم عالی. یکم بیایم در مورد مسائل مالی صحبت بکنیم. پرسیدن که با فاندی که میگیریم بدون کار کردن جداگانه هزینه زندگی در میاد؟ بله، علی بستگی داره. ببینید مثلا تورنتو شهریه که اجاره ها به شدت گرونه و اصلا متناسب درآمد دانشجویی نیست. تنها دلیلی که بچه‌هایی که مثلا یورک هستن میتونن با فاندشون در دخل و خرجشون کامل جور در بیاد اینه که خونه دانشگاه خیلی ارزان‌تره و خونه میده دانشگاه، یعنی آپارتمان عادی میده، شما رو مجبور نمیکنه خوابگاه مانند برید، آپارتمان میده کاملا مثل رنتالای بیرونه. اصلا به بیرون نگاه کنید متوجه نمیشید مال دانشگاه، نگهبان نداره، این مدلی نیست، کاملا مثل رنتال عادیه، ولی اجارش خیلی کمتره، در نتیجه دخل و خرج جور در میاد. اما مثلا رایرسون اون آپارتمان رو نمیده. اگر کسی قرار باشه رایرسون باشه، به نظر من فاند یک نفر جواب زندگی دو نفر رو نمیده، مگر اینکه البته الان هم من بخوام بگم خرج زندگی شما شاید بتونید با فاند یک نفر زندگی دو نفر رو بگردونید، مثلا توی یورکی که خونه دارید، ولی یه مقدار با صرفه جویی میشه. فاند دو نفر یا یه نفر فاند داشته باشه یه نفر کار، 100% کافیه، شما پس انداز هم میتونید داشته باشید. اما بریم مثلا سراغ همون مثالی که زدم، مثلا رایرسونی که خونه نمیده، شما خرج خونتون 1.5 برابر بچهای یورک میشه، ولی فاندتون اونقدر زیاد نمیشه. یوافتی هم خونه میده و خب اونا مشکل رو ندارن، مثل بچه های یورک دخل و خرجشون درست در میاد، 1.5 برابر بیشتر میشه، فاندتون تقریبا هم قدره و اون موقع شما مشکل دارید. فاند اینجوری طراحی شده که شما رو با فرض هم خونه داشتن در نظر میگیره، که شما یه خونه رو شیر کنید، آره در اون صورت تمام هزینه های شما کاور میشه، اما وقتی خیلی متأهلن میان و لازم دارن که خونه مستقل خودشونو داشته باشن، با فاند یک نفر خیلی سخت میتونید کامل کاور کنی، به خصوص اگر دانشگاه به شما خونه نده. اما این در مورد تورنتو، مثلا من میدونم که ادمونتون خونه های دانشگاه از خونه بیرون گرونتره و واقعا با فاند خودشون بیرون گرفتن براشون خیلی بهتره، دخل و خرجشون هم جور در میاد. ونکوور هم اجاره ها زیاده مثل تورنتو، همچین مشکلی دارن بچه ها، ولی میگم که شهر تا شهر بسته به اینکه سطح اجاره خونه بزرگترین خرج شما تو ماهه و اون تعیین میکنه که کیفیت زندگی شما قراره چه جوری باشه. طیبه. خیلی هم عالی. خب در مورد کلن خود دانشگاه خودتون پرسیدن اینکه مثلا فیدبکی که تا حالا گرفتید در مورد اینکه بعدا چقدر میتونید خوب کار پیدا بکنین، کلن اعتبارش به جوریه واسه همین کار صنعتی واسه کار آکادمیک، اینها در موردش پرسیدن.
یورک دومین دانشگاه تورنتو از توی کامپیوتر ساینس بعد از یوافتیه، و مثلا تو خود تورنتو انقدر اوضاع بازار کار حالا کامپیوتر خودمون بهتر خوب هست که واقعیتش به نظر من شما حتی دانشگاهی مثل اونتاریو اینستیتوت آف تکنولوژی که توی رنکینگ نیست هم بخونید کار پیدا میکنید. در چه قرار نیست زیاد اسم دانشگاه شما سرنوشت شما رو عوض کنه. به خصوص من یه چیز دیگه اینجا دیدم که یه مقدار دید توی ایران متفاوته. مثلا توی ایران که شما میرفتی مثلا دانشجوی امیرکبیر بودی خیلی کمکت میکرد موقع کار پیدا کردن و رزومت همینی که میزدی امیرکبیر اوکی تمومه. اینجا رزومه قدم اول شماست، شما بعد از این مصاحبه بگیرید و بعد از مصاحبه اسم دانشگاهتون، معدلتون، مقالاتون هیچ کدوم مهم نیست. یعنی شما تو رزومه‌تون میتونید اصلا معدل دانشگاهتون رو نزنید، مهمه که تو اینترویو برید و شما بتونید سوال جواب بدید و اینترویو عملا پدرتون رو در میارن. هر شرکت حتی اگه خیلی هم کوچیک باشه حداقل دو تا اینترویو داره و یه اینترویوش تخصصیه و اینترویو تخصصی مثلا خود کامپیوتر در این حد کامپیوتر میذارن جلوی شما میگن کد بزن، نه اینکه حالا یه چیزی تعریف کن من اینو بلدم من اینو بلدم. و این تازه مرحله آسونشه، ممکنه مسئله ریاضی به شما بدن حل کنه کد رو. من حتی دیدم کمپانیایی که ذره حالا کلاس کارشون بالاتره، حقوقشون بالاتره، بخوان از شما که تو نوت پد کد بزنید که یعنی همه چی خودتون باید حفظ باشید، هیچ کمک چیزی ندارین. حتی بخوان مانیتور کنن شما رو موقعی که دارید کد میزنین. اینترویوه که مسئله است. درنچه من یه تعداد زیادی آدم میبینم که حتی اینجا استاد دانشگاه هم و دانشگاهی مثلا توی مصر خونده که من اسم اون دانشگاه اصلا نشنیدم تو زندگیم، تویش رنکینگی هم نیست، ولی خوب کار کرده و بعد از اینکه تونسته اون اینترویو رو بگیره اونجا خودش رو نشون داده. واقعیتش به نظرم نباید خط رنکینگ باشید، خیلی خیلی مهمتر اینه که کار بلد باشید. خیلی اصلا تفاوتش خیلی چشمگیره. اون رنکینگ فقط یه خط توی رزومه شما و شما هیچ کسی با رزومه خالی کار نمیگیره. دقیقا آره همینه واقعا. خیلی مطمئن. اوکی در مورد آهان یه مقداری در مورد این سیستم انصرافتون سوال کردن که دانشجوی ارشد بودید بعد حالا انصراف دادی، این سیستمش چجوری بود و چی کار کردید؟ هیچی، رفتم نامه انصراف نوشتید امیرکبیر اینجوری نامه انصراف می نویسیم میدید استادتون امضا کنه که یه مقدار قرب میزنه طبیعتا شاکیه، ولی خب در نهایت کاری نمیتونه بکنه. تو شما میتونی ول کنی بری اگه که قانونی هم انصراف ندی. اون استاد امضا میکنه میدید آموزش و تمام انصراف شما ثبت میشه. بعد باید هزینه به دانشگاه بدین؟ اگر که از ترمای قانونیتون گذشته باشی داره، در غیر این صورت نه هیچ از نه نباید بدید. اونی که بچه ها تو ذهنشونه واسه اینه که شما کنکور قبول بشید ولی نرید، کنکور قبول بشید انتخاب رشته بکنید ولی کلا نرید ثبت نام کنین، اونم محرومیت. فکر نمی کنم هزینه ای قرار باشه به دانشگاه بدید. اگر قرار باشه مدرکتون رو بخرید خب آره باید هزینه بدید، ولی خب مثلا خود من نوعی مدرکم رو نخریدم. امریکایی روز نمره انگلیسی میده و منم همون روز نمره انگلیسی رو پاکت فرستادم به عنوان آفیشیال، بالاش هم نوشته بود آفیشیال، ولی خب چون مهرمون بود انگلیسی بود محتاج قبول کردن و مدرکم رو نخریدم. مدرکی که تموم نشده رو مگه میشه خرید؟ آره باید بخرید برای اینکه نمره رسمی بهتون بدن. اوکی یعنی پولش رو تا اون موقع بدین که بعد مثلا آره. ریزنامه رسمی بهتون براتون سوال کنم. ولی مدرک که بهتون نمیدن ریزنامه؟ نه مدرک نمیدن، هم ریزنامه رو تاتون تا اون موقع رسم و یه دونه نامه بهتون میدن که حالا مثل حالات مدرک موقتا داره که این تعداد کورس رو گذرونده با این معدل تا این ترم اینجا خونده و بعد انصراف داده. اوکی. پس برای گرفتن اینه که اون هزینه رو باید بده، اگه اینو نخوام بگیرن همینم غیر قابل ترجمه شو بهتون میدن و شما میتونید دارو ترجمه پیدا کنید که ترجمه کنه و میدید. مثلا اینه که ریزنمره انگلیسی مرشده داشته باشین. من میدونم دانشگاه تهران و امیرکبیر میدن، شریف رو شنیدم بعضی وقتا میدن، بعضی از یه متناقض شنیدم که مثلا اینکه نمیدن میدن این بس این وسطه، ولی اکثر دانشگاه دیگه دولتی ریزنمره انگلیسی مرشده به شما نمیدن تا وقت مدرکتون آزاد نکنید و خب اون موقع دیگه مجبورید که بخرید. خیلی هم عالی. پس اوکی، پس کلن این فرایند انصراف دادن خیلی بر شما پوینت نشه، میتونستید همجوری ول کنید بیاید. چه تفاوتی میگه؟ هیچی، آریان ول کرده اومده هیچ فرقی نکرده.
اوکی. خب یک سوالی پرسیدن. آها حالا تو همین آها یه بحث اتفاقی میفته فقط اگر که چیز نکنین، انصراف ندین، بیان براتون اخراج میزنن توی سامانتون، که خب اگر هیچ وقت به مدرک نیاز ندارید بازم براتون از نظر روحی بیشتر براتون اثر داره، هیچ اثر دیگه ای نداره. خب تا حالا که تو همین بحث هستیم، یه تعداد زیادی سوال کردن که خب حالا توی ارشد که هستیم اصلا بگیم که داریم ارشد میخونیم، نگیم داریم ارشد میخونیم، این آیا کمکی اصلا میکنه؟ ببینید یه چیزی هست، از یه لحاظ میتونه به شما کمک کنه که شما مثلا کورساتون رو گذروندید ولی ارشد رو تموم نکردید. کورسای شما اگر نمرش بالاست و توی دانشگاه خوبی هستین میتونه کمک رزومه شما باشه، چون خیلی از دانشگاه کانادا موقعی که تو ادمیشن نهایی میرن شرطش رو معدل کل شماست، ولی تو ادمیشن نهایی میخوان شما رو رنگ کنن که بگن بهترین اینان، حالا استاد انتخاب کن، هم درسای عمومی شما رو حذف میکنن، هم عموما 2 سال آخر تحصیل شما رو در نظر میگیرن. حالا شما ارشد خونده باشید، یکی از اون 2 سال میشه سال اول ارشدتون، یعنی 1 سال آخر کارشناسیتون میشه و سال اول ارشدتون. یه مقداری اگر منبع شما خوب باشه، دانشگاه خوبی باشه، درساتون مطالب بخواد مثل من تغییر رشته بدید، درساتون مرتبط باشه، قطعا بهتون کمک میکنه. اگر هیچ کدوم از این موارد نباشه زیاد فرقی به حالتون نداره. اما وقتی دارید با استاد حرف میزنین همیشه این سوال وجود داره. یه سری استادا میگن خب چه بهتر یه ارشد گذروندی، به منم ربطی نداره که چرا میخوای دوباره 2 سال تو زندگیت بذاری، کارتو بلدی، میای اینجا شروع میکنی، بهتر از دانشگاه کارشناسی برای من. یه سری استادا معتقدن که خب چرا باید تو این مقطع رو دوباره بگذرونی، چه مشکلی مگه پیش اومده توی مقطع. من هر دو تا برخورد رو دیدم، ولی چون مثلا میخواستم کامپیوتر اقدام کنم ترجیح همین بود که همه جا بگم ارشدم رو خوندم. آره دیگه، توجیه شما کاملا منطقیه، ارشدتون رو خوندم. خیلی هم عالی. در مورد دکترا نظرتون چیه؟ اگر یه نفری دانشجوی دکتراست به نظرتون بگه که الان دانشجوی دکتراست، این نه توجیه ول کرد نگه؟ اون دیگه خیلی فرق میکنه، چون شما درس گذروندن دکتراتون رو که چیز نمیکنید، و اینی که دکترا رو انصراف بدین یه مقدار این پوینت رو به استاده میده که خب شما اینجا هم اومدی ممکن انصراف بدی، دکترا مقطع 4 ساله است، شما قبلش باید فکراتو میکردی که میخوای بری کار ریسرچ انجام بدی. فکر نمیکنم زیاد اثر مثبتی داشته باشه. ارشد خیلی متفاوت تره، یه دوره آمادگی کاره بیشتر از اینکه شما قرار برید دیگه تو مسیر آکادمیک قرار بگیرید. اوکی. خب حالا یه نفری که داره به نظرتون، اینم بپرسیم بعد بریم، این نفری که به نظرتون نزدیک تموم کردن دکتراشه، به نظرتون این کلا بذاره کنار دوباره برای دکترا اپلای کنه بهتره، یا اینکه نه مثلا سعی کنه واسه پست داک اپلای کنه؟ من اگر جاش باشم پست داک، چون بالاخره 4 سال 5 سال زندگیش رو گذاشته و واقعا حقوق دانشجو دکترا قابل مقایسه با حقوق پست داک نیست، و پست داک اینجا ویزای کار شما میگیری میای، یعنی بعد از 1 سال 1 سال سابقه کار کانادایی داری، اقامتت هم تضمین شده است. شما وقتی میخوای بیای واسه دانشجو دکترا دوباره یه 4-5 سال داری بعد برای خودت میخری، و 4-5 سال با درآمد کم داری واسه خودت میخری، تازه بعدش باید درگیر اقامت بشی. به نظرم اگر موقعیت پستاک بتونه پیدا کنه خیلی خیلی منطقی تر از دوباره دکترا خوندنه، چون تغییر رشته و اینا که دیگه زیاد معنی نمیده که شما یه دور دکترا خوندین حداقل نزدیک 30 سالتونه دوباره بخواید تغییر بدین، به نظر من منطقی نیست. شاید با توجه به شرایط خاصی کسی تو زندگی کسی منطقی باشه، ولی به نظرم پستاک خوندن خیلی گزینه منطقی تری. به نظرتون جاب مارکت بعدش فرقی میکنه؟ یعنی کسی که دکتراشو از کانادا گرفته یا کسی که دکتراشو از خارج گرفته اومده یه پست گرفته مثلا خوب شنگه؟ بذارید یه دور دیگه رجوع کنم به اون چیزی که گفتم که عمل کردتونه که نشون میده. مثلا کسی که میخواد کار آکادمیک دیگه، آره خب کار غیر آکادمیک هم آره یه مقداری اثر داره که شما مدرکت کانادایی باشه، ولی به اندازه 4 سال سابقه کار اثر نداره. یعنی شما اون 4 سال تو بازار کانادا کار کنین خیلی بیشتر اثر داره تا برید یه مدرک کانادایی بگیرید. زمان اونجا خیلی مهمه. آره خیلی 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 متفاوته براتون. به نظر من دکترا ارزش این رو نداره که چیز کنن. اوکی خیلی هم عالی. خب این رو هم رد کردیم. آها کلا در مورد فاند حالا یه مقداری صحبت کردیم، گفتن که مثلا فول فاند یعنی چی، بعد در مورد شرایط مالی دانشگاه ها معمولا ببینید فول فاند فاندایی هست،
پول فان تعریفش اینه که اومدن خرج زندگی دانشجوی رو حساب کردن تو اون شهر، شهری شما گذاشتن روش، به این میگن پول فان. حالا اینکه چقدر اون زندگی دانشجوی رو دانشجوی حساب کنن یه ذره به دانشگاه بستگی داره، ولی چیزی که من دیدم مجموعشون یکیه، یه ذره بهتر یه ذره بدتره، آنچنان لول زندگی شما جابجا نمیشه دانشگاه تا دانشگاه. شهر تا شهر عددش ممکنه عوض شه، ولی خب خیلی واضحه. مثلا توی اونتاریو شهریه یه دانشگاه ها توی مقطع ارشد حدودا 20,000 تاست، توی ونکوور 8,000 تاست. خب طبیعیه که مینیموم فاند من باید 12,000 تا از کسی که ونکووره بیشتر باشه، اما سطح زندگیمون فرقی نمیکنه، یه لول زندگیه. در چه پس عدد فاند شما مهم نیست، بیشتر خرج اون شهر مهمه و پول فاند هم همیشه یک جور در نظر گرفته میشه. یه زندگی دانشجویی که شما خیلی سرپیچی لازم نباشه بکنید، ولی به خرجی هم نکنید، معمولا خونه شیر شده در نظر گرفته میشه توش و حالا شهریتون میاد توش. پارشیال فان تعریف مسبب و قانونی نداره، یعنی اینکه شما با استادتون به این نتیجه میرسید که استاد میگه آقا من اندازه پول فان پول ندارم، یا مثلا دانشگاه اندازه پول فان پول نداره، اینقدر پول بدید میای کار کنی یا نه، که اون دیگه بسته به خودتونه که از مثلا 10% فان تا چه میدونم 90% فان یه آدم فول فان میتونه تغییر کنه. چیزی نیست که مسبب و از قبل تعیین شده باشه، ولی معمولا اینجوریه که شهریه رو ویو میکنن، میگن خرج زندگی به خودت. یه سوالی همین در همین راستا در مورد اسکالرشیپ های حالا خارجی پرسیدن، اینکه اولا که میشه با رزومه معمولی گرفت یا باید دنبال استاد بود. حالا یه مثالی هم زدن ونیر رو. ونیر خب خیلی خفنه، اون کلا فکر کنم به 50 تا هر سال میدن، نیست سبکتر اقدام کنیم، نه اون رو فکر نمی کنم از همه راحتی ها باشه بگیریم. اسکولارشیپ های خیلی سبکتر و ساده تری هم هست و حتما خب شما باید استاد داشته باشید، استادی باید داشته باشید که اصلا شناخته شده شده باشه این طرف، رزومه شما باید خیلی خاص باشه واسه یه چیز مثل اون ونیره. ولی اسکولارشیپ های ساده تر ممکنه که بگیرین، همه دانش شما هم اسکولارشیپ دارن واسه خودشون یه سری چیزها. من مثلا اسکولارشیپ ورودی یورک رو گرفتم، رزومه من به نظر خودم آنچنان چیز خیلی خاصی نبود، حالا دیگه از مینیموم های از ما میانگین شاید بالاتر بود در این حد سالی که اومدم و در اون حد رو جواب داده. رزومه های اسکولارشیپ های داخلی دانشگاه اوکی هن، یه عالم اسکولارشیپ هست که اونا واسه بچه هایی هن که اقامت دائم دارن یا سیتیزن هن، خب اونا خیلی زیادن، خیلی تمتنب هن، خیلی عددش زیاده و چون دانشجوی تحصیل تکمیلی توی اون حوزه ها اصلا کلن نداریم، کانادایی خیلی کم هستن، خوشون کم میخونن، شانس بردشون هم خیلی خیلی زیاده. زیاد خودتون رو با اون مقایسه نکنید، دانشجوی اینترنشنال فوق العاده زیاده و همون می خوشن سر یه دونه اسکولارشیپ، در نتیجه نمیشه زیاد روش حساب کرد، ولی خب حتما بعد از اون شما خیلی خوب باشه، مگر اینکه یه سری اسکولارشیپ های کوچولو کوچولو هست اونا رو راحت میدن، مثلا 1000 تاییه 2000 تاییه. اسکولارشیپ هایی هست که اصلا خود جامعه ایرانی داره، یه دونه بنیاد پریا هست که توی تورنتو میده، بیشتر کمک هزینه است که انگار به بچه ها میده، خیلی هم کمه، در حد 1000 تا 2000 تا اینجوریه. یه دونه بنیاد نیکو یا همچین چیزی میده، اونم نمیدونم دقیقا جزئیاتش رو. اینها رو بعد شانستون خوبه که بگیریدش، ولی در حالت کلی اون اسکولارشیپ های خیلی خفن واقعا کار خودتون نیست، شما سوپروایزرتون باید بهتون پیشنهاد بده که بیا این کار رو بکنی. بسیار خب، به نظرتون حالا یه زمین در مورد زمانبندی صحبت بکنیم و اپلای کردن خارج اون بازه خاصی که باید اپلای بکنیم. حالا الان شاید خیلی بچه که میخوام دارن میبینن میخوان برای ترم ژانویه اپلای بکنن، یا اینکه حالا این به نظرتون زمانبندیش یه مقداری در موردش توضیح میدید که کی مخاطب کنن؟ ددلاین های کانادا برای ترم ژانویه از اردیبهشت شروع میشه، دیرترین چیزی که من دیدم مهره، ولی یه دانشگاهی که فقط به مهره فکر کنم وسترن اونتاریو اگه اشتباه نکنم، ولی معمولا تا شهریوره یا مرد آخر مرداد تو اون اوردر تموم میشن ددلاین ها. هر وقتی هم که ددلاین هست شما 3-4 ماه قبل ترش باید شروع کنید مکاتبه، خلاصش میشه این.
خب حالا اگه خارج این بازه مثلا کسی بیاد سعی کنه که مکاتبه بکنه، به نظرتون چه جوری؟ شانس هست؟ منطقیه؟ استاد همیشه زورش رو داره، یعنی استاد هر وقت بخواد میتونه واسه شما اپلیکیشن رو باز کنه. مسئله اینه که شما استاد انقدر عاشقتون بشه یا نه، مثلا دقیقا تفاوت اونجا پیش میاد. دانشگاه چنین کاری برای شما نمیکنه، اما استاد اگر بخواد هر وقتی بخواد میتونه ادمیشن رو برای شما باز کنه. دقیقا. خب در مورد یه سری در مورد هزینه ها قبل از رفتن سوال کردن، کل هزینه هایی که حالا باید بکنیم واسه امتحان های زبان و ریپورت و اپلیکیشن فی و خب الحمدلله که این قیمت ها لحظه ایه تو ایران. من هر چیزی بگم واسه 2 سال پیش میشه دیگه الان عملا، ولی خب کلا مثلا کم دلار بهشون بگم، یه حدود 250 تا 200 خورده دلار هزینه امتحان زبانشون میشه، حالا بسته به اینکه آیلتس بدن یا تافل. تافل یکم ارزون تره. بعد از اون اگه جی آر ای بخوام بدن همین حدود هم هزینه جی آر ایشون میشه، که خب اینا دلار میذاریم کنار، چون هزینه سفارتی که دلاره. هزینه سفارت واسه دانشجو 180 دلاره، واسه همراهش 340 دلاره. این با در نظر گرفتن هزینه بایومتریکه و همراه هم ویزای اوپن ورک پرمیت اقدام کنه. البته ویزیتوری هم اقدام کنه همون میشه هزینهش، فقط دوبار باید هزینه بده، چون بعدا باید اوپن ورک پرمیتش بکنه، دوباره باید هزینه بده. این ترفند وکیل هست واسه اینکه پول بیشتری بگیرن. یه دونه هزینه اونم هست، هزینه دلاری دیگه بلیتتونه، که الان با توجه به اینکه کلا ایرلاینای کمی از سال 95 به بعد توی ایران دارن رفت آمد میکنن، مثلا که ایلمینا پروازاشونو خیلی کنسل کردن، فکر نمی کنم که به خصوص تو اون ماهایی که اصلا ماهای ورود دانشجو شما بتونید زیر نفری 1200 دلار بلیت رفت پیدا کنید. حتی همه اون هزینه هایی که من گفتم سفارت و بلیت دلار کاناداست، اون زبان ها دلار آمریکاست، که خب یک و سده هم هم نسبت تبدیلشون اگه کسی الان داره تبدیل میکنه. هزینه های دیگه میریم آزاد کردن مدرکتونه، که آزاد کردن مدرکتون باز هم خیلی تغییر کرده بسته به اینکه شما منطقه یک باشید، منطقه دو، منطقه سه، و سال ورودتون عوض میشه. سالهای قبل از 88 در حد 2-3 تومنه مدرکشون، بعد از اون در حد 10 تومن ایناست واسه این ماها، 10 تومن، 12-13 تومن اینجوریه. الان از اینم گرونتره، همین جوری هم داره میره بالاتر. پس بازم بستگی به سال ورود شما داره که چقدر باشه، ولی توی این اوردر باید درش بذارید برای هر مقطع تحصیلیتون. بعد از اون هزینه مدرک رو دارن، اگر آقا باشن ودیعه سربازی رو دارن که بذارن، برای وثیقه، من همیشه وثیقه و ودیعه رو اشتباه میکنم، وثیقه سربازی رو باید بذارن که اگر که ویزیتوری خارج شن و برنگردن، مثل حالا آریان که دانشجو بود و برنگشت 15 میلیونه، اگر که بخوان تحصیلی خارج شن 18 میلیونه، اگر بخوان سود بگیرن روی اون وثیقه تحصیلیشون 22 میلیونه برای ماهانه سود میگیرن، اگر زیارتی خارج شن برنگردن 3 میلیونه و همین. این برای وثیقه سربازی. دیگه خزنه دیگه ترجمه هاست، شما برای ترجمهتون حداقل 2-3 میلیون باید بذارید کنار، و از الان بهتون میگم که به هیچ وجه پول تاییدیه وزارت امور خارجه و تجارت گستری رو ندید. اصلا تعریف آفیشیال اینه که مهر دانشگاهش باشه یا مهر مترجم رسمی توش باشه. آره من میدونم مثلا سفارت آلمان تایید شده وزارت امور خارجه رو میخواد، ولی وقتی سفارت کانادا نمیخواد چرا این هزینه رو میکنید دیگه؟ 70-80 تومن حداقل برای هر مهر میاد روی هزینه های شما، روی هر مدرک تازه. خب اینم هزینه های ترجمه است. هزینه دیگه یه دونه هزینه سفر واسه انگوش نگاری دارن، که خب دیگه کاملا بسته به شماست که چجوری سفر برید، یه روزه برید، برید بمونید، مسافرت کنید. یه هزینه ارمنستان یا ترکیه برای خودتون در نظر بگیرین و فکر میکنم همینه هزینه های. آها هزینه اپلیکیشن فی هست، که هر دانشگاه حدوداً 100 دلار تا 160 دلار یه مقدار گرون کردن دانشگاه کانادا اپلیکیشن فیشونو. نمونش خدا یورک مرتد 140 بکنم 140 یا 150 همچین چیزی هزینه اپلیکیشن فیه، که برای هر دانشگاه اینقدر هزینه اپلیکیشن فی باید بذارید کنار. و هزینه پست مدارک، که قبلا پست های مثل DHL و اینا فعال بودن الان نیستن،
فکر میکنم بهترین چیزی که بتونید باش بفرستید کارا پست یه TNT هم هست که البته محض اطلاع این TNT واقعی نیست، قبلا ها TNT بود در ایران، TNT که جمع کرد رفت شرکتی اومد اون با اسم اون ادامه داد، خب حالا کارشون خوبه با وجود اینکه TNT واقعی نیستن، با اونا باید بفرستید که هر سری هم که مدرک میگیرید فکر میکنم یه 700 تومانی خزینه پستتون میشه. خیلی هم عالی، خیلی جامع، مرسی. خب یک کلن این که بعد تحصیل برنامه‌تون چجوریه، مسیر چجوریه، این اقامت دادن گرفتن شرایطش چه شکلیه، خب. کلیتی بخوایم بگیم، کلیت بخوام بگم، ببینید شما در هر صورت یه سری طرح ویژه هست مثل اونتاریو مستر استریم، اونتاریو پی اچ دی استریم، آتلانتیک استریم، کبک استریم که اینا برای دانشجوهاییه که حداقل به مدت 2 سال توی اون استان ها تحصیل کردن. این که میگم مدت 2 سال منظورمه که دوره 2 ساله دارن. مال اونتاریو که اصلا اسپسیفیک واسه مستر و پی اچ دی کلا به کالج نمیده. مال آتلانتیک فقط میگه 2 سال تحصیل باشه اون دوره تحصیلتون. کبک رو هم نمیدونم دقیقا کدومه ولی فکر میکنم مثل آتلانتیک تا جایی که اطلاع دارم. کبک به ساعت 1800 ساعت بیشتر باشه پی کیو میتونه دوره تحصیلتون، درسته؟ خب همون روی ارده دوره زمانی دوره است. اون موقع یه سری دعوتنامه میدن به تعداد محدودی که سر اونا جنگه، مثلا صبحی که باز میشه به ظهر نمیرسه، تموم میشه. در نتیجه خیلی خوب و خوش شانسید شما اگر که بتونید دعوتنامه بگیرید، ولی آدم نمیتونه روش مطمئن باشه. در واقع شما به این روی این ببندید که قرار از راه های معقول عادیش برید. راه عادیش میشه اکسپرس اینتری، مثل هر کس دیگه که اکسپرس اینتری شرکت میکنه شما باید به شرکت کنید به امتیازتون برسه و از پول در بیاین. حالا چه اتفاقی میفته؟ اینی که شما مدرک کانادایی دارید براتون امتیاز داره، اینی که سابقه کار کانادایی داشته باشید یه حجم زیادی از امتیاز داره. حالا یه عده هستن که ایران سابقه کار دارن مینیمم 1 سال، اونا میتونن مستقیم مثلا بعد تحصیلشون یا حین تحصیلشون واسه اقامت دائم اقدام کنن. یه کسی که 1 سال سابقه کار توی ایران نداره باید صبر کنه که 1 سال سابقه کار کانادایی پیدا کنه بعد اقدام کنه واسه یه چیز. نکته ای که میگن کسی که درس میخونه حتما میتونه اقامت بگیره اینه که این 1 سال سابقه کار کانادایی خیلی امتیازش از سابقه کار ایران بیشتره، ولی اینو هم در نظر داشته باشین اگه قرار شما 0 امتیاز از سنتون بگیرین 1 سال سابقه کار کانادایی هم نمیتونه معجزه کنه، مجموع امتیاز شما باید برسه و مجموع امتیاز شما به سنتون بستگی داره، به نمره زبانتون بستگی داره، به مقطعتون بستگی داره، به نمره زبان همسرتون بستگی داره، به سابقه کار همسرتون بستگی داره. سابقه کار ایران همسرتون حساب نمیشه، فقط سابقه کار کاناداییش محسوبه. مدرکش رو اگر که کانادایی باشه امتیاز داره برای شما. سابقه کار کانادایی هم که میگم کار جنرال هیچ امتیازی نداره، کار شما حتما باید تخصصی باشه تا امتیاز بگیرین و همه اینها جمع میشه و میشه اکسپرس اینتری. ولی من میتونم نمونه بگم، مثلا برای ما که جفتمون مستر کانادایی داریم میگیریم به محض 1 سال سابقه کار از مینیموم های پول خیلی امتیازمون بیشتر میشه، حتی اگه نمره زبانمون هم اون پول نگیریم. اما چه شرایطی داریم؟ ما جفتمون زیر 30 سالیم و بین 21 تا 29 سال پیک امتیاز سن رو شما دارید میگیرید و تمام اینا کنار هم باعث میشه اون اتفاق بیفته. اگر هم مقطع شما کارشناسیه یعنی با لیسانس دارید اقدام میکنید احتمال اینکه امتیازتون برسه خیلی کمه. کلن الان امتیاز جوریه که به نظر من مستر لازم هست برای اینکه امتیاز برسه، مگر اینکه شما امتیاز ویژه داشته باشید، مثلا از 60 امتیاز فرانسه بتونید یه امتیاز قابل توجهی بگیرین، یا خواهر برادر داشته باشید کانادا که سیتیزن یا پی آر هست و 15 امتیاز اونجا بگیرین. اگر اینا رو ندارین با کارشناسی تقریبا غیر ممکنه که امتیاز شما برسه، حتی اگر تو پیک سن باشید. خیلی خیلی جامع بود، ممنونم. البته شما امتیازاتون با مستر کانادایی که میگیرین سنتون هم اگه بالا بود امتیازتون میرسید. آره ما الان امتیازمون اونقدر بالا هست که 2-3 سال هم سنمون بره روش هم میرسه. همین این نکته اینه که دقیقا اون چیزی که گفتین سابقه کار کانادایی بوست میکنه شما رو میبره توی استریم کانادین اکسپریانس کلاس که دیگه اصلا شرایطتون خیلی ساده تر میشه. این اینا که همه مشکلاتی که هست واسه وقتی که تو فدرال اسکی ووکر داریم رقابت میکنیم. آره دقیقاً اینو قبول دارم. اما راستی یه چیز دیگه بگم که فکر کنم مشکلات زندگی بچهای پی اچ دی مقدار داره حل میشه. یه ناک شغلی اضافه شده جدیداً که ناک شغلی تی ای و آر ای
اگر مجموع ساعت‌های تی ای و آر ای شما 1560 ساعت یعنی معادل یک سال سابقه کار باشه، این سابقه کار برای شما سابقه کار کانادایی محسوب نمیشه، اما سابقه کار خارج از کانادا محسوب میشه و با اون سابقه کار خارج از کاناداتون اجازه شرکت توی اسکیل ورکر رو پیدا میکنین و میتونه یه مقدار پیارتون رو جلو بندازه. بچه‌ای که مسترن نمیرسه معمولا به 1560 ساعت، خیلی نوجوان مردان دانشگاه ساعت میزنن. من از همین استفاده کردم دقیقا. خب خیلی هم خوب، اقدام کردین یا گرفتین پیار رو الان؟ نه اقدام کردم تو مسیری. خیلی هم خوب، شیرینی پیارتون رو تو تایم برن توصیح کنید. خب خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. عرضم به حضورتون که خب حالا شما در مورد حالا همینا گفتین، یه در مورد اجازه کار بعد تحصیل هم بگین، ویزای کار بعد تحصیل. پست گریجویت ورک پرمیت اینجوریه که شما تا 180 روز بعد از فارغ التحصیلیتون اجازه دارید که براش اپلای کنید. یک بار میتونید اپلای کنید، یعنی شما اگر هم مستر میکنید توی کانادا هم پی اچ دی، یک بار میتونید پست گریجویت ورک پرمیت بگیرید. اگر دو تا دوره کالج میکنید بازم یک بار میتونید پست گریجویت ورک پرمیت بگیرید. این خیلی نکته مهمیه. پست گریجویت ورک پرمیت چجوری براتون حساب میشه؟ به اندازه مدت تحصیلتون، اگر مدت تحصیل شما زیر 2 ساله و اگر 2 سال یا بیشتر 3 سال معمولا میدن. در واقع اختیار با افسره، میتونه 2 تا 3 سال به شما بده ولی معمولا 3 سال رو به همه میدن اگر که مثلا مستر 2 سال شما دارید. میاد و بعد از اون اجازه کار توی کانادا رو دارین که دیگه با اون میتونید امتیازتون رو به اقامت دائم برسونید و ختم عاقبت به خیر بشید، پی آر بگیرید. بله دقیقا. خب آره، حالا هم این دقیقا که میگین این آفیسر میتونه چیز بکنه، یه چیزی هست که اگر مثلا 16 ماه به بالا هم باشه، من دیدم که میتونه تا 3 سال بده. مثلا مستر خود نیویورک 5 ترمه قانونی که تو چیز به ما میدن، ادمیشن میدن که با ترم سال سامر حساب میشه، دانش کمتر از 2 ساله ولی به خاطر اینکه پول کمتری بدن در نتیجه کلا یه مستر 2 ساله حساب میشه. خیلی همایی. یه رنج کلی از شهریه ها خواستن، اینکه کلن شهریه ها تو چه رنجی؟ حتی گفتید که تو اونتاریو حدود 20 هزار تا سالانه. آره اونتاریو ولی خیلی گرونه تو این زمینه. توی آلبرتا من میدونم که شهریه سال اول دوم فرق میکنه و حدودا چیزی که من میدونم یه 14 هزار تا یه 9 هزار تا از سال دوم به بعد که کورس ندارید، این همچه حالتیه. ونکوور حدود 7-8 هزار تاست، نیوفاندلند حدود 7-8 هزار تاست، مونترال اینا تا جایی که من میدونم در حد همون 17-18-19 تو این اردره، خیلی فرق با اونتاریو نداره. 14 تا 20 بسته به دانشگاه. آره یه مقدار 14 رو من حتی ندیده بودم ولی همون 16-17-18 رو دیده بودم. خیلی هم واسه همین ایرانی و کنکوردیا رو میدن دوست دارن پس. حوزه آتلانتیک هم به جز نیوفاندلند در حد 14-15-16 بیشتر. خیلی هم عالی. ساسکاچوان ارزونه، من گفتم رو بگم ساسکاچوان. آره اون دو تا استان اون وسط رو یادم رفت، ساسکاچوان و منیتوبا ارزون ترن از این هست. آره منیتوبا حالا بستگی داره، منیتوبا هم این سیستم چیز رو داره، شهریه مثلا دانشگاه منیتوبا رو 2 ترم اول میدیم، 2 ترم دوم لازم نیست بدیم برای ارشد، یعنی کم خیلی کمتر میدیم. ولی ساسکاچوان رنج 6-7 هزار تا دانشگاه ساسکاچوان. خب بعد آهان یه چیز جدیدی هان این آخر داشتیم نگاه می‌کردیم، گفتن که به نظرتون اگه شرایطش رو داشته باشن این که انرژیشون رو بذارن روی پتنت اختراع بهتره یا اینکه بیان مقاله بدن؟ مقاله قطعا. مقاله چون شما خب. US پتنت که نمیتونید بگیرید که، پتنت داخل ایران من خودم ثبت کردم، یعنی خودم خندم گرفته بود اون ارزیابی داور، نگاه هم نمی کنن شما چی کار کردی، فقط خودت و وجدان خودت که کاری کرده باشی درست باشه. دیدیم حالی. بعد یه سوال حالا جدیدترم کردن که به نظرتون حالا این کرونا تأثیری داره کلن توی پذیرش و ویزا و این حرفا یا نه؟ ویزا رو که فعلا تأثیر خودش رو داره به خاطر اینکه مجبوری شما دیفر کنید. نیمه اطلاعی دادن. آره انشالله که اوکی بشه، ولی خب کلا اینجوریه که بچه‌هایی که الان پرونده باز دارن، نوشته بودم اونا که پرونده باز اقامتی دارن هیچ تأثیری براشون نداره.
اوکی چی. اونایی که پرونده باز تحصیلی دارن باید وب فرم بزنن و توضیح بدن شرایطشون رو، چون اگر که مثلا شما ویزا هم بشید و یک ماه پیکاپ نکنید کنسلش، شما باید دوباره اقدام کنید، یا مثلا نامه بایومتریکتون بیاد تا یک ماه نرید دوباره باید هزینه پرداخت کنید. یکی الان 90 روز ولی اینو الان اوکی 90 روزش کردم. من یادم بود که من فقط دیدم که گفتم وب فرم بزنید شرایط توضیح بدین، ما براتون تمدید اتوماتیک 90 روز کردم واسه بایومتریک، این از این بابت خوب شد. ولی فکر نمی‌کنم رو کلا ویزا دادن اثر داشته باشه، شاید روی این اثر داشته باشه که استاد بگه حالا این معلوم نیست برسه به ترم سامر، ولی خب ترم فال دیگه اگه نرسیم تا اون موقع دیگه اوضاع کشور خیلی بدتر از ایناست که نگران شما پذیرش باشه. خب خیلی هم عالی، من سوالات یه تموم شد، اگر نکته چیزی هست خودتون اضافه بکنید. ماشاءالله خیلی عالی بود، هر سوالی که می‌کردیم همه جوره هم از همه جوانب صحبت کردین، خیلی خوب بود. نکته چیزی والا چیز خاصی که نمیاد ذهنم نمیرسه، اگر که شما سوالی صحبتی چیزی مونده خیلی خوشحال شدم. کامنت رو باز بکنیم، خواهش می‌کنم. من همینطور میتونیم کامنت ها رو باز کنیم. آره، این کامنت ها رو باز کنیم ببینیم سوالایی که حالا بچه ها داشتن و پرسیدن. من بعد الان عمودی بخونم میشه؟ نه من میخونم براتون. آه مرسی. اومد من میخونم. خب آه آهان، این که کلن حالا این دانشگاهی که پرسیده که دانشگاه تو آمریکا بوده، ولی خب تو دانشگاه کانادا معمولا چقدر طول میکشه از وقتی که اپلیکیشن رو سابمیت میکنیم تا وقتی که جواب میدم بهتون؟ نرمالش 2 ماه این هاست، ولی 2 تا 3 ماه تو این اوردره، ولی 5-6 ماه هم عادیه، یعنی پیش میاد. بعد گفتن که در زمینه مثلا رشته‌های علوم پایه هم می‌دونین سیستم همینطوری یا نه مثل مثلا علوم پایه مثل مهندسی کاملاً، ولی برای زبان و این حرفا متفاوت. آها، بعد یه صحبتی در مورد گپ تحصیلی کردن که چیکارش میشه کرد و چیکار کنیم. بهترین کاری که میتونید از دستتون برمیاد که گپ تحصیلی نداشته باشید. دومین کار اینه که شما اون بازه ثابت کنید که من در حال کار مرتبط و دانشگاهی بودم. هدف گپ تحصیلی چیه؟ این که به شما بگن که از فضای دانشگاه خیلی دور نشدید. هر چیزی که مثل مقاله، مثل چه میتونم زبان خوندن بگید، مثلا خب مثلا 3 سال که آدم زبان نمیخونه که، مقاله ای داده باشه، کارش مرتبط باشه، کارش تحقیقاتی باشه، این جور چیزها بهترین چیزه واسه پر کردن گپ تحصیلی. و گپ تحصیلی معمولا بعد از آخرین مقطع مهمه، راستش قبلش مهم نیست. خیلی همونی، میگن کسی که اگه پی اچ دی رو مثلا اینجا بخونه بعد برای ببخشید مستر رو اینجا بخونه، پی اچ دی فاند گرفتنش براش خیلی کار سختی نیست، درسته؟ کانادا بخونه یعنی؟ آره کانادا بخونه. آره معمولا یه مقدار راحت تر میشه، چون واقعیت اینه که ریکامندیشن استاد شما خیلی وضع شما رو عوض میکنه، یا استادی که بقیه استادا میشناسنش خیلی فرق میکنه با یه استادی که توی ایران نشسته، و دانشگاهی که میشناسنش خیلی فرق میکنه با دانشگاهی که توی ایرانه و دید کلی بهش دارن. ولی باز هم شما باید رقابت رو بکنید، معتقدم ولی در کل آسون تر میکنه. اگر شما پی آر بگیرید، اقامت دائم بگیرید، که دیگه اصلا خیلی آسون میشه براتون، چون خرج دانشجوی پی آر 1/3 دانشجوی اینترنشنال واسه استاد و بهشت استاد است، اگر که اقامت دائم و بیان و شروع کنن مثلا بخونن، اون خیلی براتون تغییر ایجاد میکنه، ولی باز هم بودنتون اینجا کمک. خب یک مقداری سوال پرسیدن در مورد کلن کالج و اینکه نظرتون در موردش چیه؟ یه دیدی حس میکنم بدی نسبت به کالج توی ما ایرانی ها وجود داره، به خاطر اینکه ما فرهنگ این مدل کار رو اصلا توی ایران نداریم، یه چنین مقطع معادلش رو نداریم. ولی اینجا خیلی چیز جا افتاده ایه، همه قرار نیست برن ریسرچ کنن و همه شغل ها هم ریسرچ لازم نداره. نتیجه اون فرهنگ کاری تحصیلی ایران ما اینه که یه دانشجو ارشد میره میشونه سر کاری که واقعا لازم نیست برش ارشد داشته باشی، اینجا اون کاری که لازم نیست برش ارشد داشته باشی با اون مقطع مرتبطش میشونه سر دیپلمای کالج. خیلی وقتا اطلاعات کافی شما به شما میده، مثلا برای مدیریت شعبه بیمه، اوکی اصلا لازم نبود شما مقطعی غیر از این خونده باشید برای اون. اوضاع کار اوکیه، اینجا اصلا چیزی نیست که بگم که اسپانن مثلا چه میدونم ارزش مدرک کمه اینجور حرفا، بعد مثلا هر کس دیگه که دانشگاه هم درس میخونه، شما اونجا بعد از مدرکتون خودتونید و توانمندیاتون، اینکه چقدر چیز یاد گرفته باشید. نکته در مورد ویزاش نمیدونم ویزاش یه مقدار جدیدن مشکل داره، ولی به نظر جدیدن که نه، کلا از اولش همین وضعیت بود. طبیعیه که اون کسی که داره مستر یا دکترا میاد طبیعتا احتمال اینکه به امتیاز اقامت دائم برسه خیلی بیشتره،
چون کی میره کالج؟ یا کسی که حالا بعد از چندین سال فاصله و گپ و کار و این حرفا داره میره کالج و سنش بالاست، طول میکشه تطبیق پذیر شدنش پشت کانادا، برای زبانش مشکل داره، خب پس در نتیجه امتیازش به اقامت دائم هم احتمالی که برسه کمتره. این مشکلات همیشه بوده، امروز و دیروز نیست. اما چرا ریجکت کالج رو بیشتر میبینید؟ چون خیلی بیشتر داره برای اپلای میشه و پروندهش ضعیف‌تر. اون پرونده که داره برای کالج ریجکت میشه، خیلی وقتا استاد دانشگاه هم اپلای میکرد، همه چی همون چیز پرونده بود، ریجکت میشه خود به خود. خود ساختار اون پرونده هاست که معمولا مال کسایی که سنشون بالاست، نمیخوند، در توجیه نداره درس خوندنشون، توجیه نداره برگشتنشون، اینا ذات پرونده هست، ربط به اسم خود کالج نداره. آره، من حالا یه نکته که در مورد این بحث داشتیم میدونم، من تمرکز داشتم نگاه میکنم توی سایت گلستور یا سلینی دات کام بود، نمیدونم یک کدوم از اینا بود، دات سی ای، بعد داشتم حقوق لوله کش رو نگاه میکردم که با حقوق با میانه درآمدی لوله کش با میانه درآمدی مهندس مکانیک خیلی فرقی نمیکنه. آره اصلا اینجور کارهای فنی خیلی اینجور درآمدشون خوبه، نجاران خیلی اوضاعشون خوبه. آره همینطور مثلا. خب آها، حالا توی یه مقدار تخصصی تر توی رشته خودتون گفتن که کد زدن رو تو چه در واقع زبانی یاد بگیرن بهتره؟ اگه قراره یه زبان یاد بگیره، 25 ثانیه بیشتر وقت نمیم، داره تموم میشه، خدافظی کنیم. آره پس همون دیگه، گفتن اگه قراره یه دونه زبان یاد بگیره تایتون قطعا. خیلی خیلی ممنونم از اینکه اومدید، خیلی اطلاعاتتون ارزشمند بود و مفصل. مرسی لطف دارید، امیدوارم که کمک شده باشه همه شب سوالشون رو گرفته باشن. خیلی خیلی هم خوشحال شدم. قربان شما، خدا نگهدار. خدا نگهدار.